تورین. نه آها 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 ما شیراز بودیم. بله آره ما داشتیم میرفتیم پرواز، من خانم بچه ها تهران بودن، ما رفتیم اونجا یه دونه این آپارتمان های افسری جز به ما دادن، میرفتیم پرواز. یه استواره بود دم این کیوسک مال در رم، کیف همه رو نگاه میکرد، کیف من رو جرات نمیکرد نگاه کن. آقای رحیمی شما مجردی؟ گفتم آره. چیه مگه؟ کسی رو داری واسه ما ازدواج کنی؟ معمولا میگن یه زن هنوز مجردی. خب یکی قدیما میگفتن چش گاوه آقایون لاتا. بعد گذشت و ما رفتیم پرواز، اومدیم آقا ما ایام عید عیال رو بهشتیم با بچه بردیم شیراز. ما سری اول پرواز بودیم، سری دوم ایشونو بهشتیم بردیم شیراز و اونجا هم بچه ها مهمون نکردن. آقای مقدم خمسه با خانومش تو شهر میشستن، یه روز اومدن گفتن که جناب رحیمی شما مجرد بودیم. بعد مجرد بودیم تو شیراز، سر بچه رو نبرده بودیم. ما یه همسابخونه داشتیم تو مالیآباد، دخترش هم معلم زبانه، این گفته واسه ما یه شوهر خلبان گیر بیار فلان، بریم خواستگاری. گفتیم بریم، بیکاریم دیگه بالاخره، اگه شد که چه، اگر هم نشد طرف تو دفتر خاطرشون یه خواستگار خلبان داشتیم. رفتیم گفتش عمو ناصریه دسته گلم بگیریم. گفتیم بابا شاید نشه هستم، چون من میدونستم ما داریم واسه مزا میگیم. گفتیم باشه، یه دسته گلم گرفتیم مثلا 300 تومن رفتیم نشستیم و عروس خانم اومدن و پذیرایی و مادرش و اینا. پدرم نداشت، به من گفت حقوق شما چقدره؟ گفتم ما 48 تومن. 48 هزار سال 62 نه ببخش 73 بود، 73. بعد خلاصه چیز کردن، گفتیم که 48 تومن. گذشت و ما اومدیم فردا به این مقدم خمسه گفتم بالا 73 48 تومن. 73 بود نه بابا، 73 ما 11 هزار تومن حقوق میگرفتیم، 11-12 هزار تومن. نه اونی که رفتیم خواستگاری سال 7 نمیدونم 48 هزار تومن. آره 62 تا 66 شیراز بودم، بعد 70 رفتم تا 73. آره سال 73 بود. خب 48 هزار تومن منظورت درست. آره ما حالا هم کم و زیاد بود، خواستیم مثلا زیاد بگیریم. تو بودی مثلا 11 هزار تومن میگرفتیم اون موقع. آره آره من هم اون موقع چیز بودم دیگه، تقریبا فکر کنم سرنگ دو بودم. آره بعد اومدیم فردا به مقدم خمسه تو گردان گفتیم چی شد؟ عروس خانم چی گفت؟ بابا گفته من باید برم زن این لاریا بشم که تو دبی هتل دارد، من خودم 60 تومن معلم زبان خصوصی در میارم، بیام ایشون 48 تومن او بشه بیام. داستان گذشت، ما با عیال اومدیم بردیم ترمینال که عیال رو منیفست بکنیم برگردیم تهران. دژوانه رو دیدیم، اون دژوانه گفتش که آقای رحیمی موزه اومد یه احترام گذاشت، گفت خانم رحیمی به من گفت جواب سرنگ بگم بهش. گفتم مردی بگو. گفت نرم. عیال گفت چی می‌خواستی؟ گفتم هیچ، ول ما میگیم تهران زن داریم، من میگه بیا من یه خواهر 16 ساله دارم بد بدم. خلاصش اونم شوهر خلبان دوست داره بره. بعد خلاص اون رفت، اون رفت. آقا ما اومدیم سوار ایلوشین شدیم. حالا خانم مقدم خمسه که ما رو برد خواستگاری اومد تو ایلوشین، بچه ایلوشین ما رو بردن تو کابین، ما رو بردن تو کابین، اومد بغل خانم من. خانم منم مهتا بغلش بود، 3 سالش بود اون بغلش بود. یا اومد به خانمم گفتش اینجا جای کسیه؟ گفت جای شوهرمه. گفت شوهرتون کیه؟ گفت جناب سرنگ رحیمی. گفت شوهر شما؟ دیدم بچه‌ش. گفت بله. من توی کابینه، تو کابینه ایلوشی پنجره بودم اونجا، من نگاه کردم دیدم اومد. دیدم نه نه میخندن با هم میگن خلاصه خلاصه اومدیم مهرآباد پیاده شیم. عیال گفت به به پس پاسید ما رو میاری شیراز. گفتم نه بابا جون، شیراز آبش گچ داره واسه کلیه خوب نیست. گفت واسم فلان این برنامه رو این هم دکه از اون خواستگاری اونجا.